از گفتگوهای سال خانم نادری، در گفتگوهای سال چقدر در جریان هستی؟ یکی از صحبتهایی که امروز ما به صفت شهروند افغانستان و به صفت عضو پارلمان که هستم، معتقد به این هستم که باید پروسه سال بیشتر شفاف باشه و همه مردم به این پروسه سهم داشته باشن، بالخصوص خانم ها. اما متاسفانه شفاف نیست؟ متاسفانه نه، خیر نه. ما درک کردم میتونم که سیاست یک علم بسیار مغلق است، چون که اگر ما در هر عرصه علمی بحث داشته باشیم، میدانیم که بیشتر بر یک عیسی غور داره، اما سیاست علمی هست که در هر عرصه زندگی او غور خود می داشته باشه و می خواهد یک اندازه یا کنترل کنه یا یک قانون بسازه، نظر به یک سیاست چقدر مثبت یا منفی هست. این شفاف نبودن چه پیامدهایی داره به نظر شما؟ شفاف نبودن صلح وقت می تونه صلح واقعی باشه که مردم، اولا بخشیدن کاری آسان نیست. از کدام نقطه بیشتر خانم ها و زنای افغانستان آسیب پذیر هستند در این گفتگوها؟ میخوایم بگویم که در عرصه پروسه صلح زنای افغانستان زنانی هستند که اینا ایجگاه توسط میل تفنگ به قدرت نرسیدن، لحاظا اینها میتونن در پروسه صلح بیشتر مفید تمام شوند. پس کسایی هستند که پروسه صلح به هر علتی مثبتش طرف گفتگوهای صلح با شما با میز مذاکره بشینه؟ چرا نه؟ وقتی که ما امروز از سیاسیون صحبت میکنیم، میخواییم بگیم که زنای افغان مانند یک سیاست مدار قدرتمندی چنین عمل کرده باشن که با میز مذاکره با هر جنای مختلفی که هستن، البته با اون شرایطی که باید قانون اساسی افغانستان پذیرفته شود، و اگر میخواین دخیل باشن در سیاست افغانستان، باید صدای زن افغانه حوال و اولتر بشنوند. و امیدواری زیرا دارم که این کار شود، و اگر نشود پس محصولی نداریم، وصول کاذب نمیتونه که جاودان باشه. سپاس. جامعه جهانی چه کارهایی برای زنای افغانستان کرده؟ جامعه جهانی با وجود که ظاهراً تانستن که دستاوردهای دست رفته شان دوباره احیا کنن، و یگانه کاری که در شروع بسیار کار مثبتشان که ما مدیون هستیم که یک دوره رکودی را که زنها تیر کردن و در خانه نشسته بودن، حتی زنهای تحصیل کرده گب زدنشان یادشان رفته بود، به خاطر شلاق، به خاطر بیرون برآمدن، یعنی روحن روح زن بیخی کاملا کشته بودن. و جامعه جهانی در شروع بسیار کار نیک کرد که تانست با ورکشاپ های مسلسل، با مصاحبه های مسلسل، خصوصا چون موضوع اقتصاد وقت بسیار ضعیف بود، در مقابل پول همه چیز یا تهیه میکردن، یعنی محافل هم مصاحبه بیاره، که آستا آستا زنها را جرات دادن که دوباره یا حاضر شوند در اجتماع و قدم در اجتماع بگذارن، و بعد از او آستا آستا زنها تانستن که یعنی به پای خود کم کم استاد شوند، لااقل گپ بزنن. و خوبترین چیزی که امروز ما مدیون تمام مبارزه جامعه جهانی و خود افغان هستیم، آزادی بیان است. یگانه دستاورده که همه چیز تحت شعاع قرار میده آزادی بیان است، که همین که امروز ما میتونیم اینجا حضور داریم و از خود دفاع میکنیم و در مقابل از روحانیون سوال میکنیم، همین یکی از جای خوشبختی است و دستاورده ایماست که داریم. سپاس. خانم قادری، 10 سال است که در افغانستان روز جهانی زن تجلیل میشه و 8 مارس تجلیل میشه و پولهای هم مصرف میشه، محافل گرفته میشه. چه تأثیر بالای زنان افغانستان کرده؟ متاسفانه زاویه دیدی که داره در کشور ما اتفاق میفته، در قسمت محافلی که گرفته میشه پروژه‌ای شده، یعنی که چه خانمایی که در رأس این محافل هستن، باز استثناءات میگذارم کنار، و چه مردان محترم که در رأس قضیه هستن به صورت نمادین دارن این کارا رو میکنن، و در پس او یک سری پروژه ها تعریف میشه و همونطور که خود شما فرمودین یک سری پول های گزاف هم مصرف میشه. وقتی که اصلاح از خانه خانه افغانستان شروع نشه و در سطح چند تا مرکز، بلفرض کابل، مزار شریف، هرات، ما قرار باشه چند تا محفل بگیریم و زنان روشنفکر جامعه و چند تا از مردای روشنفکر دعوت کنیم و احساس کنیم ادای دین به حقوق انسانی و آزاد بودن هر انسان کرده، دقیقا چالش همینجاست. یعنی که ما با قشر روشنفکر جامعه هیچ مشکل نداریم،
بهتر است که نوع نگاه و نوع برگزاری محافل تبدیل شه و ما بدیل داشته باشیم، یعنی که ما وارد خانه های مردم شیم، دقیقا از جایی که زنان ما آسیب میپذیرن، از قریجات، از دهات و از جایی که زن ما پا و پای مرد کار میکنه اما دقیقا نصف و حتی کمتر از نصف مرد به حقوق خودش دست پیدا میکنه. بنابراین هرچند که احترام برانگیز نوع فعالیت هایی که داره در اجتماع انجام میشه حتی در شهرهای بزرگ، اما دوای درد زنان افغانستان که در سر بسیار زیاد از اونا تن به ظلم مردانه جامعه ما دادن نیست. سپاس. وقت زمینه ها مهیا نیست تا خانه به خانه با زنان افغانستان و مردان افغانستان کار شروع شد برای فرهنگ سازی چیزی را خانم قادری به با اون باور هستند، پس چه کار باید شد؟ چالش عمده همی هست، اما ما کاملا هم نظر هستم که باید غور بر جامعه افغانستان شوند، چون که قشر اکادمیک و طبقه علمی افغانستان میتونن که دیدگاه های مختلف داشته باشند اما متکی بر یک تئوری علمی هست. پس اصل مشکل ما در قشر روشن فکر افغانستان نداریم یا کسایی که در بخش اکادمیک هست. لذا اصل مشکل در کجاست؟ اصل مشکل میخوایم که بگویم مشکلات زیاد هست، اما اصل مشکل در امنیت است. به خاطر امروز هم مردم افغانستان در حتی در داخل خانه هایشان احساس امنیت نمی کنند. لحاظا ایره یک طرف هم اگذارم که چطور در بیرون اونا بیشتر احساس مسئولیت داشته باشند. باید ما بیشتر در متن جامعه داخل شویم. حتی وقتی که ما در عرصه حقوق زن صحبت می کنیم باز هم باید این تفکیک شوه و طبقه بندی شوه و بدانیم که بر کدام بخش کدام حق ما روش صحبت می کنیم. خانم هایی که امروز گرد ایمیز گرد آمدیم، ما شاید بعضی حقوق ابتدایی خود داشته باشیم و می خودش یک زمینه هست که ما صدا بلند می کنیم و می خواهیم توسط هنجری خود صدای میلیون ها خانم دیگه را که می تانیم توسط هنجری خود را بلند کنیم، هرچند که می تانه که صداها بسیار مختلف و مجزا باشند به خاطر که دیدگاه ها مجزا هست. پس مهم هست آن خانم هایی که این صدا شما تأثیر بر زندگی یک خانم در یک دهکده دور افغانستان داشته باشه که در حال حاضر برق هم نداره که شما رو ببینه. برمیگردم بر سوالتان. حتی امیدواری هزیره دارم که ما غور خدا بر او قشر بسازیم که حتی اونا حقوق ابتدایی خدا نمیدانن، قطع نظر از این که اونا ندارن نمیدانن. مثل که شما گفتین بسیاری ولایت های افغانستان هستن، ولسوالی های افغانستان هستن که رنج میبرن از وی برقی. پس مسئله امنیت مشکل ترین چالش است امروز بر همه ما. به خاطر از این که امروز صحبت های شما تأثیر داره به حال اون خانم ها، هر روز بیشتر متوجه صحبت های ما هستیم که امیدوار کننده باشد تا که ما بتانیم به یک راهی روان باشیم تا برای مردم افغانستان خدمت کنیم، اما صداهای روزمره و مقطعی ما هیچ به درد ملت افغانستان نمیخوانم. پس ما بیشتر متکی میخواییم برنامه های حقوق زن بر ای بدانم که ما یک پلان استراتژیک داشته باشیم و متواتر ای ادامه پیدا کنه. کاملا هم نظر هستم که امروز بیشتر صحبتها پروژه‌ای شده. البته پروژه بودن یک برنامه کار اشتباه و غلط نیست، اما تمام تمرکز بر پروژه های مقطعی اگر بیاریم پس به این نتیجه میرسیم که نمیتونه مفید باشه برای افغانستان، چرا که افغانستان 3 دهه جنگ سپری کرده. چی میتونه برای خانم ها در افغانستان مفید واقع شه؟ پلان های بسیار استراتژیک باید در عرصه باشه تا که ما بتونیم از جانب در بین از جانب مسئولین مختلف، از حکومت افغانستان، از قوه قضایی افغانستان، از قوه مقننه افغانستان و همچنان امر با جامعه مدنی که صدای بزرگ جامعه مدنی میتونه نظارت کننده در بخشا بیشتر باشد، چون که دیگه عرصه قدرت دولتی هستن بیشتر که در کدام زمینه ها نبوده مشخصا. ما این امیدواری را دارم که در 8 مارچ ما یک روزنه ای داشته باشیم که روشنایی را بر خانه های تاریک مردم افغانستان بیاره، یعنی حداقل امی امید بیاره، چون که بعد بین یک روز دو روز سه روز این کار انجام نمیشه. امیدوار هستم که
ما یک مرحله رو سپری کردیم و موفق بودیم که دو خانم به قسم وزیر تانستیم در کابینه. سپاس، اجازه بدین این بحث رو خانم یک کلمه رو بگویم. امیدوار هستم که در مرحله بعدی که موفقیت خانم ها دامی است که دو نامزد وزارت را پیروز ساختن. بفرمایید. در استر محکمه افغانستان هم، در قوه قضای افغانستان هم، اگر موجودیت زن مورد بحث قرار بگیرن و اونا در اوجام جای پیدا کنن، پس فکر میکنم که بیشتر موثرتر در عرصه نقض حقوق زن میباشن. که سپاس، بفرمایید خانم سیوش. امی که دو خانم بایس وزیر رای اعتماد گرفت خوش استیم، اما ایر میفهمین که به هیچ وجه بسنده نیست. ما بر سطح آقایون که وزیر هستن بسیار خانم ما را داریم که عصبیشان بالاترم است. امید از تعصب که نسبت بر زن است تا تعصب دور نشه، تا اجتماع متعصب از بین نره، زن به می شکل می باشه. این از بین رفتن اجتماع متعصب بیشتر رویایی نیست؟ یک چیز واضح به حساب یک خیال است، اما امید است که ما به یک خیال تلاش کار داریم. اما این امی که من امیالی کل فکرم در فکر ازی بود که زنها در بازار تنها نرن، علایده باشن. در امی لحظه به زنهای اطراف فکر کردم که در حوجه چقدر تنگا تنگ کار زن مرد یک جای است. چی مقبول یک جای انگور میچینن، چی مقبول یک جای درو میکنن، که هیچ وقت یا جدا ناشده نیسته، هیچ غیر ممکن یک کار می باشه. اما میمونه به حساب از این که تلاش کار داریم و یکانه چیزی که میتونه زنان را روش بده، کار از طرف قصبه به طرف شهر می باشه. سپاس. همیشه کارها از طرف شهر به طرف دی بوده. خانم قادری، 8 مارچ امسال چه تأثیر بر زندگی خانم ها میگذاره؟ به یقیده نیستم که قراره در 8 مارچ امسال شق القمر ایجاد بشه و زنان ما دچار دگردیسی شوند. ما در 8 مارچ امسال میخوایم از زنان که به صورت همگانی، کسایی که با ما هستن و در جامعه مدنی هم کار میکنن، یک خواهش داشته باشه. یعنی که امسال به جای اینکه منتظر یک اتفاق میمون و مبارک باشیم که مسلما با مصوبه جدیدی که شورای علما هم دادن این اتفاق هرگز نخواهد افتاد، ما میخوایم که در 8 مارچ صدای متفاوت داشته باشیم و خواسته متفاوت. میخوایم که از علمای عزیز که همیشه دست با محبتشون بر سر زنان افغانستان بوده در طی سالیان متمادی، میخوایم در 8 مارچ از اونا خواهش کنم که جایگاه بسیار ظریف خودشان در اجتماع درک کنند، دست با محبتشون تبدیل به دست با مزاحمت نشه، یعنی که اصل اسلام فدای اهل اسلام نکنند. ما میخوایم که در 8 مارچ از علمای کشور بخوایم که در اجتماع ما به اونا همیشه احترام قائل شدن مردم، و از اونا میخوایم که همون مسئله خانه به خانه را که من قبلا به شما بیان کردم، جایگاهی که اونا میتونن در مساجد این نکته را بیان کنن که افغانستان میتونه به وسیله همونا تغییر کنه. وقتی ما به اونا اعتماد میکنیم و اطمینان میکنیم، خواهشانه به عنوان یک خواهش به این اعتماد خیانت نکنن. و بزرگ شدن یا بیشتر شدن حقوق زن و جایگاهش در 8 مارچ امسال باور داری؟ خانم نادری، روز 8 مارچ روز همبستگی زنان است، روز مبارزه زنان است، و همه زنان جهان به این روز معتقد هستند. و زنان افغانستان که 3 دهه جنگ بسیار پرمشقت سپری کردند و مبارزه قوی ترین مبارزه را زن افغان داشتند. لحاظا ما به این مبارزه ادامه میتیم و مبارزه کردن البته در مقابل مشخصا در روز 8 مارچ چه کاری خواهید انجام داد؟ روز 8 مارچ ما بیشترم روی از این موضوع صحبت کردم که ما چه کاری را میخواین انجام بدین مشخصا روی کار. روز 8 مارچ شخصا از خودم میپرسم بله. من چه کار میخوام بکنم؟ من پلان دارم که بیشتر در متن جامعه تا اندازه امکان داخل شوم و بیشتر صحبت داشته باشم روی کاهش محو خشونت. ما امروز قانون منع خشونت داریم که نافذ است و یک دستاورد بزرگ است. میفهمم که اگر در قانونم در لابلای مده هایش بریم، شاید دیدگاه های بسیار متفاوتی را داشته باشیم، اما دستاوردی هست که به هیچ وجه نمیخوایم از دست بدیم. شاید بخوایم که بهتر ساخته شود، اما به هیچ وجه نمیخوایم که از دست بدیم. میخوایم که این قانون بیشتر در روز مورد توجه قرار بگیره تا که قوه اجرایی بیشتر به مسئولیت هایشان
متوجه شوند و بدانند که این قانونی که نافذ هستند مسئولیت هایی را که به اونا دادن باید اونا اون مسئولیت هایشان را ادا کنند. تشکر از حضورتان، تشکر از شما، تشکر از حضورتان مهمانان عزیز و از شما که بحث را صمیمانه دنبال کردین. فرصت به پیام های فیسبوکی و شماره تلفن باقی نماند. شب و روز خوش داشته باشین. تا هفته آینده و آماج دیگر، خدا نگهدار.